دوستای گلم سلام، دوباره اومدم بهتون یه مدل آینه دوزی آموزش بدم. ببینید، دوخت پایه رو برای آینتون انجام میدین. اینو یه بار بهتون گفته بودم ولی خیلی سریع دوباره اینو من میدوزم. آینه رو حدوداً تقسیم بر 3 میکنم و دو تا دونه کوک میزنم. ببینید برای ردیف بعدی هم از افقم دقیقا باید تقسیم بر 3 بشه. خب اینجا واقعا به جای اینکه مستقیم نختون بره، یه دور ببینید از این نخ رد میشه، دوباره همزمان میره تو ردیف بعدی، یه بارم از اینجا رد میشه، یه بار اینجا دوختتون رو محکم کنید و این طرف میره داخل. یه ذره پایین تر میام. حالا این بار از این طرف. یه دور نخ دور این تابوندم. یه دورم دور این. و سوزنمو میبرم توی پارچه. این از دوخت پایه ما. حالا ببینید از کنار آینه سوزنتون رو بیرون میارید. مهم نیست کجای آینه باشه. از بیرون آینه میرید، این نخ رو جمع میکنید به سمت بیرون. حالا اینجا رو نگاه کنید. کنار آینه سوزنم رو میبرم داخل پارچه. ببینید یه ذره مونده به این دایره بیرونی. سوزنم بیرون میارم، یه نخ اینجوری حلقه شد. خب حالا اینو میکشم به سمت وسط آینه، نخ رو این طرف با دستم نگه میدارم. ببینید از داخل آینه سوزنم رو اینجوری رد میکنم. همین، این دوخت تا آخر تکرار میشه. دوباره نگاه کنید، نخ من یعنی سوزن من کنار آینه میره داخل، یه ذره نزدیک این دایره. این ببینید این فاصله دست خودتونه، میاد بیرون. اینجا یه حلقه است. خب حالا اینو میکشید به سمت خود آینه، دوباره نخو میارم پایین با دستم نگه میدارم، از داخل آینه جمعش میکنم نخو به این صورت. دیگه تا آخرش همینه. اینجا حتما باید بکشید به سمت خود آینه کار. Thank you.
این از دوخت آینه ما. ببینید شما میتونید دیگه دورش هیچی ندوزین، همجوری خوشگله. ولی حالا من چون میخوام یه ذره باز شلوغ ترش کنم، میام سر اینها یه دونه منجوق میدوزم. حالا منجوق من یه ذره توش ارغوانی داره، ولی خب بنفش ساده نداشتم، بنفش ساده هم خیلی خوشگلش میکرد. پس ببینید سر اینه ها رو باید ملیله یا ملیله شکستن میتونیم بدوزین، گره فرانسوی هم میتونیم بزنین، خودتون میتونین کلی تنوع بدین به همین مدل. از همون اول این دوختار رو بلندتر بگیرین دیگه. اینا ها هم برمیگرده به سلیقه و خلاقیت خودتون. خب پس تا انتها من همه یعنی سر همه این دوختار رو یه دونه منجوق میدوزم. امیدوارم که این آموزش ما رو هم دوست داشته باشین و برای خودتون بدوزین و لذت ببرین.